خانواده محمد نوریزاد حدود یک ماه است که در بیخبری مطلق از شرایط وی به سر می‌برد. آنها می‌گویند که آخرین ملاقاتشان مربوط به 27 اسفند ماه سال گذشته بوده. نوریزاد که پس از انتخابات خرداد 88 با نگارش نامه‌های انتقادی بر رهبران نظام دستگیر و زندانی شده بود، می‌بایست محکومیتی 3 سال و نیمه را در زندان متحمل شود. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد. خانم ملکی، آخرین خبری که از وضعیت جناب آقای نوریزاد دارید رو برای بینندگان برنامه ما توضیح بدید. من سلام می‌کنم خدمت بینندگان عزیزتون. ایشون رو ما جمعه آخر سال 27 اسفند ملاقات داشتیم، دیدیم و دیگه از اون روز هیچ خبری نداریم، نه تلفن و نه ملاقاتی بوده. متأسفانه پیگیری های شما به جایی رسیده؟ آیا جواب خاصی به شما دادن؟ نه، من اصلا پیگیری نکردم، هیچ وقت پیگیری نکردم، به این علت که احساس میکنم که لزومی نداره پیگیری کنم. این ملاقات تو تلفن و تمام این مسائلی که حقوق اولیه زندانی هست، باید روتین این برای خانواده زندانی سیسی باشه، در ضمن که اصلا اعتقاد ندارم که ایشون زندانی هستن، ایشون باید آزاد بشن بدون هیچ قید و شرطی. خب فکر میکنید دلیل این که به صورت ناگهانی از اسفند ماه تا به امروز این محدودیت ها برای نوریزاد به وجود اومده چی بوده؟ من واقعا نمیدونم، هیچ اطلاعی ندارم، چون واقعا هیچ راه تماسی ما با اون داخل نداریم و با آقایون هم من فکر نمیکنم دیگه بتونم مثلا صحبتی بکنم، برای اینکه ما به اندازه کافی صحبت کردیم، به اندازه کافی مسائلی که بوده مطرح شده و من به شخص الان واقعا شاکی هستم که آیا اینها اجازه دارن با یک زندانی به این صورت برخورد کنن، اونم آقای نوریزادی که خودشون میشناسن. یعنی واقعا یک سال و نیم کافی نیست برای نوشتن 4 تا نامه؟ من فکر کنم کفایت میکنه 4 تا نامه که ایشون نوشته این پاسخش باشه که یک سال و نیم ایشون در محبس بوده. باز میگم تاکید میکنم کسی که میشناسن. دادستان معتقده که چون بعضی از افراد هنوز بر سر مواضعشون هستن باید این حبس رو تحمل کنن. آیا به نظر شما آقای نوریزاد هنوز بر سر مواضعشون هستن؟ بله. یعنی اگر قرار بود که ایشون یه مطلبی رو بنویسن بر اثر یک سال زندان یا 2 سال زندان مواضعشون پس بگیرن، که اصلا نمی‌نویسن که نیستی رو، ایشون یه بچه نیستن که، یا فردی هستن در این انقلاب زحمت کشیدن و 60 سالشونه. این مواضع اثر به قول معروف هوا و هوس که نبوده، یا اثر منافع شخصی که نبوده که اتخاذ شده. شما الان خواسته مشخصتون از سازمان‌های حقوق بشری چی هست؟ فکر میکنید که چه اقدامی باید انجام بشه؟ آزادی زندانی. من فکر میکنم که آزادی زندانیان سیاسی بدون هیچ قید و شرطی، واقعا بررسی کنن، ارزیابی کنن. خود قانون ما میگه متناسب، یعنی جرم، یعنی مثلا پاسخ جرم باید متناسب باشه با خود جرم. خب الان کجای قانون 4 نامه نوشتن این همه باید مجازات و این همه باید مسئله به دنبالش باشه؟ اونم نامه که یک دونه مورد اینها نمیتونن پیدا کنن که بگن اینجا خلاف این بوده که مثلا توهینی صورت گرفته. در کمال متانت یه انتقادهایی شده، حالا ممکنه اون انتقاد درست هم نبوده باشه، ممکنه درست بوده باشه، این دلیل نمیشه که ساعت رو بگیرم الان یک سال تو محبس. اونم کسی که خودشون میدونن چه کاره بوده و چه کار کرده. من تأسفم از اینه که اگر اونها با هم معتقدن که آیا نوریزاد مثلا دنبال منافع شخصی بوده، آیا مثلا یک باندی واسه خودشون داشتن، نیشه اونجوری که نبوده، خودشون هم میدونه. بنابراین اینها با این برخورد ها مسائل رو پیچیده تر میکنه. چون که بعد انتخابات اگه خیلی راحت با قضایه برخورد میکردن، هیچ وقت این مسائلی که پیش آمد و این همه مردم رو جری کردن پیش نمیامد.